سلام دوستان، علی هستم. خیلی خوش اومدیم به این کانال. امروز با هم آنباکسینگ داریم و یه محصول فوق العاده جذاب رو میخوام بهتون معرفی کنم. ولی قبل از اینکه در جعبه رو با هم باز کنیم، یه توضیح کوچولو راجع به روی جعبه بهتون بدم که چرا انقدر شلوغه. خب این برچسبا که مشخص کار پسته، این نوشته‌های وسط هم کار مأمور پسته. این از این. دوستان عزیزی که تو کار ضبط و ادیت و برش شد دیگه نگم صدام چرا اینطوری شد، تو کار ضبط و ادیت و برش این حرفا هستن، میدونن که وسط ویدیو بعضی وقتا یه اشتباهی پیش میاد که شما مجبوری اون ویدیو رو از اول ضبط کنی. ولی وقتی مربوط به آنباکسینگ میشه که شما نمیتونی اون جعبه رو دور بندازی و میخوای از اول قضیه همه باهات باشن، نمیتونی دیگه این نوشته‌ها رو پاک کنی. از این بالا سمت چپ شروع کنم. اسپانسر این ویدیو از شرکت XP-Pen که این محصول جذاب برای من فرستادن تا به شما عزیزان معرفی کنم. تاریخ امروز هست. حالا اینجا هم نشون بدم که بعد کامنت نکنین که ما از کجا بدونیم امروز بوده، تو اونجا نوشتی فقط از این حرفا. خلاصه تاریخ امروزه. چرا انقدر مهمه برام که تاریخ امروز نوشتم؟ چون این محصول تازه از فردا تو اروپا قابل دسترسه. ببین من کیم دیگه که محصول اینجاست فردا تازه دست بچه ها میرسه. از 28 اکتبر 2022 این مدل از XP-Pen که تو این جعبه است تو بازار قابل دسترس برای هم است. و اما اینجا علیرضاشهبازی.art، اسم اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب منه. اسم توییترم یه چیز دیگه است که بعداً بهش اضافه میکنم. حالا شایدم رو صفحه بیارم، شایدم نیارم، نمیدونم. بعداً تصمیم میگیرم وقتی خواستم ویدیو رو ادیت کنم. اینجا هم سه تا نکته مهم تو برش بعدی میخوام راجع بهش صحبت کنم، ولی از زمانی که من کرونا گرفتم یه سری مشکلات برای مغزم پیش اومده که باعث شده که نکته برداری کنم و این جعبه و این ماژیک این کرمو به من داد که هی روش چیزی بنویسم، هی زدم عقب. الان دیگه گفتم یه توضیح بدم و بریم برای مرحله بعد. سرتون رو درد نیارم، بریم برای برش بعدی که میخوام این سه تا نکته رو توضیح بدم. خب سه تا نکته‌ای که قول داده بودم کوتاه و مختصر سری راجبش توضیح بدم و بریم ویدیو امروز رو شروع کنیم. نکته اول، ساب یا همون سابسکرایب. ممنون میشم کانال سابسکرایب کنین و با حمایتتون مسئولیت منو سنگین‌تر کنین. نمیدونم دیگه، مرضه دیگه، دوست دارم این مسئولیت سنگین تر بشه، دست خودم نیست. ولی از دوستانی که کانال سابسکرایب دارن بپرسین. اگرم نمیخواین بپرسین، فقط دو تا ویدیو، واقعا میگم غیر از جلسه معارفه هر نرم افزار، جلسه دومش هم ببینین، خودتون به این نتیجه میرسین که اسلونزیش به قول آلمانی ها ارزششو داره. چون شما هیچ کجا انقدر توضیحات کامل و جامع به زبان فارسی راجع به نرم افزارهای نقاشی دیجیتال و سه‌بعدی پیدا نمی‌کنین. یعنی من ادعا می‌کنم که نرم افزارهایی که تو این کانال به زبان فارسی انقدر کامل آموزش داده شده، یا باید کلی هزینه بشه و خریداری بشه، یا اینکه به زبان‌های دیگه است. پس ارزشش رو داره که کانال رو سابسکرایب کنین و منو خوشحال کنین. گزینه دوم، نور آنباکسینگ. خب اینو برای این نوشتم که بگم امروز فقط ویدیوی آنباکسینگه. یعنی چجوری به کامپیوتر نصب میشه، وصل میشه، برنامه ها چیا میاد روش، یا نکات دیگه تو ویدیوی بعدی. امروز فقط در جعبه رو باز میکنیم ببینیم تو چه خبره. خدافظ. همین یه اجا گذاشتم، این دانکن هست. و میخواستم تو نکته سوم یه تشکر دیگه از شرکت XP-Pen بکنم که اسپانسر این ویدیو شده. خیلی حرف زدم، بریم ویدیو این جلسه رو شروع کنیم. و اما آنباکسینگ امروز چی میتونه باشه؟ نه لوس بازی در نمیارم دیگه، واقعا بریم در جعبه رو باز کنیم. مواد لازم یک عدد تیزبر. مواظب باشین دستتون رو نبرین، خیلی خیلی مواظب باشین چون واقعا تیزبره. و نکته بعدی این که خیلی سعی کنین سطحی کار کنین. یعنی اگر بلد نیستین باهاش کار کنین، لطفاً با دندون در جعبه رو باز کنین. چون اگر روی جعبه یا خود محصول خط بیفته، قلب منم خط میفته باشه. مراقب چیزایی که میخرین باشین در صورت. پس خیلی با احتیاط این قسمت رو میدیم یکم جلو که از محصول فاصله پیدا کنه. و یه خش ریز دیگه.
امیدوارم که دیگه این ویدیو خراب نشه چون در جعبه رو باز کردیم دیگه. خب خدا رو شکر داره ضبط میشه. گفتم خوب اصلا من ضبط رو نزده باشم. به 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 شرکت ایکس پی پن اسپانسر این برنامه. شما رو به دیدن این ویدیو. و اما این محصول آرتیست 13 پن دیسپلی سکند جنریشن. خب اینجا یه برچسب کوچولو میبینم که فکر کنم زیر این پلاستیکه، ولی ما فعلا میتونیم از این دوستمون کمک بگیریم و با همین آرامشی که میبینیم در جعبه رو پلاستیک رو تو در واقع باز کنیم. دوباره خیلی ظریف به قول این انباکسینگ بازا جی 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 جین عبره توش مثل این که بله محصول ارسال نشده. نه لوس نشده دیگه. این زیرش هم یه نگاه بندازیم، دوباره محصول رو میاریم جلوی تصویر. خب قلم ایکس پی پن یه قلم فوق‌العاده سبک و خوش دست. تبلیغ نیست واقعا اینجوری. حالا تبلیغ هم هست ولی تبلیغ علکی نیست. اینجا چی داریم؟ هیچ. به به یه دستکش ایکس پی پن فعلا بر کنار، یه دستمال احتمالاً که نبره تمیز کردن روی شیشه، یه دیسپلیش و این هم نوک قلم های یدک. خب با این جعبه‌ام کار نداریم. اینجا چی داریم؟ اینجا هم کابل‌های لازم برای وصل شدنه این دیسپلی که این بغله شما نمیبینه شرمه، ولی بعد میاد جلو تصویر. یه تبدیل گذاشتن برامون، یه پورت USB-C و HDMI. این هم USB 3 فکر میکنم، شاید هم اضافه. در صورت و اما خود محصول اسمشه که بهتون گفتم، لینکش هم زیر همین ویدیو تو قسمت دیسکریپشن یا توضیحات میذارم براتون و میتونین روی اون لینک بزنین و خریداری کنین. و اما محصول، خود محصول رو بیاریم جلوی دوربین. این قسمت خب گفته که از اینجا به این صورت باز میشه. تموم شده رفت. این هم از آنباکسینگ امروز رو شما رو به خدای بزرگ نمیسپرم چون هنوز صحبت هم تمام نشده. خب دوباره من اینو ثابتش کنم. خیلی هم عالی. خب پس یه قلم، کابلای مورد نظر، نوکای مربوط به اگر نوک اون خراب شد جایگزین بکن. چی بگم؟ نوک جایگزین قلم دیگه. دستمال، کاب، دستکش. بذاره بریم بالاتر که اینا همش دیده بشه تو کادر. حالا این محصول کارش چیه؟
یه توضیح کوچولو هم راجع به کارایش میدم و اگر میشناسین که میتونستین از همون اول خدافظی کنین، اصلا ویدیو رو نبینین. فقط یه محصول از محصولات XP Pen جدیدش اومده و پروسسورش فرق داره و و و. حالا بعداً با هم کار میکنیم و میگم بهتون که چیا تو این قضیه جدید شده. تو این جنریشنش. صفحش خوبه که خیلی ماته. دیگه لازم نیست که شما روش یه فولیه بچسبونین یا فویل بچسبونین. حالا این کلمه‌هایی که من استفاده میکنم آلمانیه. اگر اشتباهی میشه دوستان انگلیسی زبان به بزرگی خودشون ببخشن. این از این. پس محافظ صفحه نیازی نداره طبق گفته خود شرکت و کاربرانی که دارن استفاده میکنن. مطلب بعدی اینه که شما مثل دستگاه‌هایی که زمان‌های خیلی دور فقط یه صفحه سیاه اینجا داشتین و نمیدیدین که دارین چیکار میکنین، XP Pen اینجوری نیست. شما اینجا میبینین چیکار میکنین، اونجا تو مانیتور هم میبینین چیکار میکنین، یعنی در واقع در دو طرف میبینین. فقط باید یه سری نرم افزار اونجا که بعداً نشونتون میدم، الانم میشه البته مانیتور، و بعد میاد رو اینجا. یعنی شما فتوشاپ، بلندر و چند تا نرم افزار دیگه که مربوط به ویندوز یا مک هستش نصب میکنین. خسته شدم، ویدیو امروز واقعا خیلی چالشی بود. در هر صورت دوست داشتم که امروز که این بسته به دستم رسیده قبل از اینکه بیاد تو بازار جذابیتش رو داشته باشه که محصول هنوز نیومده به شما معرفی بشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. تو بخش بعدی یا ویدیوهای بعدی قول نمیدم، چون من یکم سیستم کارم عوض شده، جابجا شده و نمیتونم دقیق از الان بگم که ویدیوی بعدی چیه. شاید نقاشی گذاشتم، شاید هم تایل دوم یا بخش دوم XP Pen بود. در هر صورت تا جلسه بعد خدا نگهدار. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین و سرتون رو درد نیاورده باشم. سابسکرایب یا همون ساب خودتون یادتون نره و همین. دوستتون دارم، تا جلسه بعد خدا حافظ.